سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. اگر مثل من عاشق خوندن مطالب کارآفرینی و انگیزشی هستین، احتمالاً تا حالا به فکرتون رسیده که کسب و کاری راه اندازی کنید و خودتون بشید آقای خودتون و بخواید رهبری کسب و کارتون رو به دست بگیرید. من این کارو کردم و خب شکست خوردم. البته اینو نگفتم تا ناامیدتون کنم، نه اینطور نیست. در واقع این شکست یک اتفاق خیلی خوب برای من بود و وقتی شکست خوردم اعصابم خیلی خورد بود، اما بعدن متوجه شدم بدون این شکست هیچ وقت این درسای مهم رو یاد نمی گرفتم. ماجرا از اونجایی شروع میشه که من یک کارمند ساده در یک شرکت کامپیوتری بودم. کار من طراحی وبسایت بود. حقوق متوسطی داشتم، اما رویاهای خیلی بزرگی تو سر من ورجه ورجه می کردن. برای همین تصمیم گرفتم با غرور نامه استعفام رو بنویسم و برم دنبال ماجراجویی خودم. من این کارو کردم و به طرز عجیبی مدیر خیلی راحت استعفای منو قبول کرد. فکر کنم از من خوشش نمی اومد. من حالا بیکار بودم. تصمیم گرفتم یک فست فود رو اندازی کنم. یه جای کوچیک اجاره کردم و وسایل خریدم و تبلیغات تراکتی و کار شروع شد. یکی دو ماه اول همه چیز عالی بود. درآمد نقد، ساعت کاری که دست خودم بود، حس رئیس بودن و داشتن کارگر کاملا احساس خوبی داشتم و این نوع زندگی رو به زندگی یک نواخت کارمندی ترجیح می دادم. این روند ادامه داشت تا اینکه کم کم مشکلات سر و کلشون پیدا شد. وزارت بهداشت، کارگری که درست کار نمی کرد، مشتری بد، مشتری ناراضی، تبلیغاتی که جواب نمی دادن، قیمت مواد اولیه که هر روز تغییر می کرد، روزهایی که حتی یه فروش هم نداشتیم، اما باید اجاره اون روزو می دادم. خلاصه براتون بگم، مشکلاتی که توی این زندگی ماجراجویانه باهاشون سر و کله می زدم، خیلی سخت‌تر، پیچیده‌تر و فرسایشی‌تر از مشکلات طراحی سایت بود. برنامه نویسی یک سایت به مراتب ساده تر از مدیریت یک کارگر بود. اینکه چطور مشتری رو راضی نگه دارم و کاری کنم دوباره از من خرید کنه، یه دغدغه فکری فوق‌العاده مهم بود که هیچ کجا یه پاسخ قطعی براش نبود و تمام راهکارهایی هم که بود بیشتر برای کسب و کارهای بزرگ بود و در آخر شکست خوردم. بله، با اعتماد به نفس کامل اذعان می‌کنم که شکست خوردم. فست فود تعطیل شد، بیکار شدم، بدهی‌هایم به بار اومد. اما 3 درس با ارزش از این شکست یاد گرفتم. 3 درسی که تو هیچ کتابی نوشته نبود و اگر کارآفرینی نکنید و شکست نخورید، هیچ وقت، هیچ کجا و هیچ کس به شما نمیگه. این 3 درس مهم رو در زندگی حرفه‌ای و کارآفرینی لازم دارید. درس اول، یک کارآفرین خوب توپ پر از هواست. برای اینکه هر وقت زمین خورد بلندتر هوا بره. این قانون نانوشته کارآفرینیه. شما هیچ وقت توی هیچ کاری موفق نمیشید اگر قابلیت ارتجایی یا خاصیت توپ پر از هوا رو نداشته باشید. مهم نیست چقدر مطالعه کردید، چقدر تحقیق کردید، با چه مشاوره های خبره‌ای مشورت کردید یا اصلا چقدر پول دارید. کارآفرینی یعنی رفتن از یک شکست به شکست دیگه بدون از دست دادن انگیزه و اشتیاق. البته ممنون از آقای چرچیل که این جمله رو یادم داد. هر چقدرم عمل کرده شما خوب باشه، محیط رو نمیتونید کنترل کنید. من این درس رو وقتی فهمیدم که کارگری استخدام کردم و قرار شد برام کار کنه. اولش فکر میکردم یه ربات خریدم که باید دستور بدم و اون دستورات رو مثل کامپیوتر طبق زمان مشخص تحویل بده. اما اینطور نبود. کارگری که داشتم مثل من انسان بود. یه روزایی حوصله نداشت و کارشو خوب انجام نمیداد. گاهی بعضی کارا یادش میرفت. خیلی وقتام اونطور که میخواستم کار نمیکرد. اوایل ناراحت میشدم و فکر میکردم مشکل از استخدامه. در صورتی که مشکل از طرز فکرم بود. باید درک میکردم نمیتونم محیط و مردم رو کنترل کنم، اما میتونم به حرکت اونها جهت بدم. این فقط یک مورد از هزاران موردی بود که فهمیدم باید مثل یک توپ با هر شکست، هر عملیات ناموفق
هر مشتری ناراضی، هر غذای سوخته و هر اتفاق بدی که انتظارشو نداشتم حرفه‌ای برخورد کنم و از اون استفاده کنم تا بهتر از قبل بشم. درس دوم، یاد بگیرید بیشتر گوش کنید و وقتی این کارو کردید بازم گوش کنید. وقتی میخواید کارآفرینی کنید معمولا متداوله که مثل یک هنرمند میخواید کسب و کاری طراحی کنید. هیچ طراحی نقاط ضعف و طراحی نمیکنه. هیچ فرد کمالگرایی بر نقاط تاریک تمرکز نمیکنه. برای همین چاله های پیش رو رو نمیتونید از قبل پیش بینی کنید. من وقتی شروع کردم هیچ چشماندازی از صنعت غذا نداشتم. تنها دلیلی که شروع کردم این بود که حس کردم مردم عاشق غذا خوردن هستن. به همین سادگی. در صورتی که اشتباهم همین بود. خیلی کمالگرایانه و ساده و زیبا همه چیزو میدیدم. که همین باعث شد خیلی از چیزایی که باید از قبل میدیدم تا برای اونها آماده بشم و ندیدم. و نکته جالب اینجاست. خیلی از دوستام رو که به من میگفتن چرا این کار موفق نمیشه رو به واسطه خوندن مقالات انگیزشی نادیده میگرفتم. حرف فسفود دارای دیگر را گوش نمیدادم. فکر میکردم اونها چون چیزهایی که من مطالعه کردم یا شنیدم رو ندیدن و نشنیدن پس چیز زیادی نمیدونن. منظورم اینه که فکر میکردم من حرفه‌ایم و اونا نیستن. در حالی که وقتی شکست خوردم دلایلش همون دلایلی بود که این افراد به من گوش زد می کردن. پس قبل از شروع گوش کنید. خیلی هم خوب گوش کنید. هر کسی هر چیزی که میگه رو گوش کنید. اگر می خوان شما رو منصرف کنن دلایل اونا رو بشنوید. اگر غیر منطقی بود نادیده بگیرید. اما اگر منطقی بود حتما با یک راهکاری از قبل فکر شده کسب و کارتون رو شروع کنید. درس سوم، شکست شما معرف شما نیست. مهمترین چیزی که شما برای شروع یک کاری لازم دارید عزت نفسه. اینکه چقدر به خودتون مطمئن هستید. هر بهانه دیگه‌ای برای شکست رو خورد می‌کنه و از روی بهانه ها پیشروی می‌کنه. برای شروع فست فودم عزت نفس بالایی داشتم. اما وقتی شکست خوردم عزت نفس من از سقف به کف رسید. حالا دیگه فکر میکردم که دست به هر کاری بزنم شکست میخورم چون من یک شکست خوردم. البته در ظاهر هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود. همه چیز درون من بود. من زندگی روزمرم رو ادامه میدادم اما حفره بزرگی در درونم حس میکردم. یه جای خالی که انگار با کسب و کاری که به زباله‌دان تاریخ پیوسته بود قسمتی از وجودم رو هم برده بود. این حس بدترین حس دنیا بود. ناخودآگاه خودم رو از جمعای دوستانه و خانوادگی کمرنگ تر می کردم تا کسی از من راجع به کارم نپرسه. به سر و وضعم نمی رسیدم چون فکر می کردم ارزششون ندارم و زندگیم رو مختل کرده بودم. اینجا بود که فهمیدم من با تعطیل کردن کسب و کارم شکست نخوردم. بلکه من وقتی شکست خوردم که خودم رو باختم. این مهمترین درس زندگیم بود. وقتی شما خودتون رو ببازید، بهترین منابع و امکانات هم داشته باشید موفق نمیشید. اما کافیه خودتون رو باور داشته باشید. میبینید که با کمترین امکانات موفقیت‌های بزرگی به دست میارید. اینجا بود که دوباره رفتم سر وقت کتاب‌های انگیزشی برای افزایش اعتماد به نفسم. این بار دیگه قرار بود قوی‌تر شروع کنم. پس فهمیدم دلایل شکستم کجا بودن. زندگی نامه افراد موفق رو که خوندم، دیدم این افراد شکستهایی بزرگتر از من داشتن اما موفقتر از قبل بودن. پس نتیجه گرفتم مهم نیست در کار، تحصیل یا روابط شکست بخورید. چون شکست یعنی درسی که هنوز یاد نگرفتید و باید یاد بگیرید. اما اگر خودتون شکست بخورید، به خودتون ببازید، کارتون تمومه. همیشه یادتون باشه، شکست یک رویداده، یک فرد نیست. اگر زندگی روزمره ای دارید، کارآفرینی کنید و حتی شکست بخورید. هر بار که شکست میخورید، درسای زندگی ارزشمندی یاد میگیرید که شاید با سرمایه عظیمم نتونید اون درسها رو یاد بگیرید. حالا یه لطفی بکنید. اگر در زندگیتون کاری رو راه اندازی کردید و در اون شکست خوردید، درسی که از اون شکست آموختید رو با ما و دیگر دوستان به اشتراک بگذارید.
اینطوری همه میتونیم به هم در داشتن آینده‌ای روشن کمک کنیم. در انتها ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. یادت باشه زندگی مثل بوکسه. زمین بخوری نمیبازی، اما اگه بلند نشی باختی. پیروز و سربلند باشید.